اگه طرفدار اندروید هستید این ویدیو رو تا انتها ببینید. قرار مهمترین ویژگی هایی که قراره توی اندروید 15 ببینیم رو بهتون توضیح بدم، ببینیم چه ویژگی هایی قراره بهش اضافه شه، چه پیشرفت هایی از نظر نرم افزاری داره و کلا گوگل چی تو چنته داره برای ما. سلام، خیلی مخلصم به کانال کلاسیک، خیلی خوش اومدید. قرار بود چند روز پیش همزمان معرفی پیکسل های نسل 9 گوگل اندروید 15 رو هم ببینیم دیگه، ولی خب گوگل اومد یه سنت شکنی کرد و از این قضیه رد شدش. اما با توجه به اینکه چند ماه قبل نسخه پابلیک بتای اندروید 15 منتشر شده بود، میتونیم یک سری از اطلاعاتی رو که قراره توی ورژن رسمی اندروید به صورت پایدار ببینیم رو توی این ویدیو با هم مرور بکنیم، ببینیم چه ویژگی جدیدی قراره به سیستم عامل محبوب گوگل اضافه بشه و کلا یه دستی به سر روش بکشیم و ببینیم اوضاع چه قراره. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم برام کامنت کنید و بهم بگید که در حال حاضر گوشیتون اندرویدیه یا آیفون دست میگیرید و از iOS استفاده میکنید. بریم سراغ ویدیو. اولین ویژگی که قراره توی اندروید 15 استفاده بشه قابلیت پرایوت اسپیسه، که خب میدونید روی بعضی از رابط‌های کاربری وجود داشت، مثلا روی هایپر او اس شیائومی میتونستید این قابلیت رو فعال بکنید، اما الان به صورت رسمی قراره بیاد روی اندروید 15 و بتونیم ازش استفاده کنیم. چه خاصیت‌هایی داره؟ شما میتونید یک فضای کاملا مجزا نسبت به فضای روتین گوشیتون ایجاد بکنید و زمانهایی که مثلا میخواید گوشیتون رو در اختیار کسی قرار بدید که نره توی فضای اصلی گوشی شما، از اون قابلیت پرایوت اسپیس یا به قول شیائومی سکند اسپیس بتونه استفاده بکنه و ریسک لیک شدن اطلاعات شما رو خیلی کمتر میکنه. دومین ویژگی که قراره توی اندروید 15 شاهدش باشیم قابلیت نوتیفیکیشن کول داونه. چیکار میکنه؟ اگر آدم اجتماعی هستید، اگر آدمی هستید که تو گروه های زیادی عضویت دارید یا پیج اینستاگرام پر فالووری دارید، خب قطعا میدونید که اون نوتیفیکیشن هایی که از سمت این اپلیکیشن ها هجوم میارن به سمت گوشی شما واقعا آزاردهنده است. صداش، اون هپتیک فیدبک و اون وایبریشنی که به گوشی شما میده و اصلا دسته‌بندی کردن این نوتیفیکیشن ها خب خیلی چیز عجیب و غریبیه دیگه. اون نوتیفیکیشن هایی که براتون ارسال میشه رو با توجه به اینکه از چه گروهی ارسال شده به عنوان مثال دسته‌بندی بکنه و صدای گوشی رو براتون کمتر بکنه و خب یک مقداری باعث میشه که شما اعصابتون آروم‌تر بشه دیگه. و اگر آدم سوشالایزی هستید برعکس من و تو گروه‌های زیادی عضویت دارید، این قابلیت خیلی براتون بکاره و میتونید دسته‌بندی شده با سر و صدای کمتری به نوتیفیکیشن هاتون دسترسی داشته باشید. سومین قابلیتی که قراره به شکل جدیدی توی اندروید 15 عرضه بشه قابلیت اسپرید بلوتوث هستش، که مثلا اگر شما توی بخش کنترل سنتر بخواید اون دیوایسی که با بلوتوث بهش متصلید رو عوض بکنید، خب میدونید که قطعا باید برید توی صفحه گسترده تنظیمات بلوتوث و از اونجا باید تغییرش بدید دیگه. توی بخش کنترل سنتر جدید اندروید 15 میتونید از همون بخش کنترل سنتر با نگه داشتن دستتون روی بلوتوث این قابلیت رو اوکی کنید دیگه به صورت نیتیو. میدونم که الان روی بعضی از رابط‌های کاربری اندروید این قضیه وجود داره، اما به صورت رسمی خیر. این قابلیت قابلیتیه که اپل هم خیلی وقت توی گوشی‌هاش داره و قراره توی اندروید 15 این نقص این سیستم کامل به صورت کامل برطرف بشه. اینم پاورقی بهتون بگم که بعد از چندین نسل قرار دوباره شاهد به احتمال زیاد شاهد اسم گذاری روی ورژن های اندروید باشیم و به احتمال خیلی زیاد نسخه رسمی اندروید 15 با نام آیس کریم وانیلا یا بستنی وانیلی عرضه بشه، که برمیگرده به اون نوستالژی اندروید که قبلا ها خیلی از این اسم استفاده میکرد، چون میدونم دونات و نوگات و از این جور صحبت ها که اگر طرفدار قدیمی اندروید باشید خیلی باش خاطره دارید، یک مقداری براتون نوستالژیکه. بریم سراغ قابلیت چهارمی که قراره توی اندروید 15 ببینیم. این قابلیت یه ویژگی جدیدی به اسکرین رکورد گوشی شما اضافه میکنه که صرفا مثلا از اپلیکیشن تلگرام شما بخواد اسکرین رکورد بکنه و مثلا دیگه از سایر محیط هایی که شما توی گوشی دارید میچرخید ویدئویی ضبط نکنه. شما مثلا دارید یه اسکرولی میکنید روی تلگرام و اسکرین رکوردتون هم روشنه و اون هین میپرید بیرون یه اس ام اس رو جواب بدید، اونجا اسکرین رکورد پاز میشه. وقتی شما برگردید به اپلیکیشن تلگرام مجددا شروع میکنه به ضبط کردن، که یه قابلیت بسیار هوشمندیه که ادیت هایی که بعدا شما باید روی اسکرین رکوردتون میزدی رو کمتر میکنه و یک مقداری توی زمان شما صرف جویی میکنه. قابلیت بعدی که قراره خیلی هوشمندتر بشه توی اندروید 15 قابلیت های وایبریشن و هپتیک فیدبک هاست و ادپتیو وایبریشن رو قرار شما به شکل خیلی مدرن تری روی اندروید 15 ببینیم دیگه. هر تعاملی بخواید با گوشی بکنید یه هپتیک ریزی به شما میده، یه وایبریشن دلنشینی به شما میده. من که خیلی
از این قابلیت استفاده نمی‌کنم، چون که خب یک مقداری قطعاً اون میزان باتری شما رو کم می‌کنه دیگه. ولی خب اگر آدمی هستی که تو محیط‌های ایندور کار می‌کنید و دسترسی همیشگی به شارژر دارید، این قضیه می‌تونه یک مقداری اون نحوه تعامل شما رو با گوشیتون مدرن‌تر بکنه و گوشیتون رو به عنوان یک موجود زنده هم حتی بتونید تصور بکنید دیگه. شما تصور کنید هر جایی که شما بخواید تعاملی با گوشی داشته باشید، یه فیدبک ریز، یه وایبریشن باحالی بهتون بده، چیز قشنگی نیست؟ قابلیت بعدی قابلیت اتصال همزمان دو هدفون بلوتوثی به گوشی شماست، به گوشی اندرویدی شماست، که به درد اونایی که میخوره که با هم فیلم میبینن خیلی عاشقن، میشینن فیلمای دو نفره میبینن، هر کدوم میتونه با هنسفری خودش به صورت مجزا به گوشی متصل بشه و همزمان بتونید یه فیلم رو ببینید. قابلیت باحالیه نه؟ به کار بیاد. ویژگی بعدی اینه که اندروید 15 عموماً قرار خیلی بهینه بشه برای استفاده روی دیوایس های فولدبل، روی دیوایس های تاشو مثل گوشی های سامسونگ فولد و فلیپ، یا اکثر گوشی هایی که الان هر کمپانی داره یک نمونه ای از این گوشی های تاشو داره به بازار عرضه میکنه، و اندروید 15 قراره یک مقداری این فضا رو مناسب تر بکنه برای تعامل با اینجور گوشی ها. مثلا شما میتونید اون اپلیکیشن های پرکاربردی رو که حین استفاده از گوشی تاشوتون استفاده میکنید رو گروپ کنید یه گوشه، مثلا یوتیوب و اینستاگرامتون رو یه گوشه کنید که اون موقعی که میخواید به عنوان مالتی تاسک ازش استفاده کنید یا هر سفر رو به یک اپلیکیشن اختصاص بدید و به صورت اسپلیت اسکرین ازش استفاده کنید، خیلی راحت‌تر باشه دیگه. با یک کلیک سریع بهش دسترسی دارید، یه صفحه تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام، یه صفحه هم اپلیکیشنی که خودتون تعبیه میکنید. برای کسایی که از فورم فاکتور فولدبل و تاشو استفاده میکنن خیلی قابلیت خفنیه. ویژگی بعدی قرار توی بخش استوریج ستینگ گوشی شما خودنمایی بکنه. قراره توی اندروید 15 شما دسترسی داشته باشید به اینکه فایل های سیستمی چه میزانی از حافظه گوشی شما رو اشغال کردن. میدونید که الان خب این قضیه گنگه و نمیدونید چه فایل هایی چه میزان حجمی از گوشیتون اشغال کردن، اما قراره توی اندروید 15 این قضیه شفاف سازی بشه و با اینکه شما امکان حذف اون اپلیکیشن رو، اون فضای سیستمی رو ندارید، اما خب حداقل میدونید با چی طرفید، چی گوشی شما رو اشغال کرده، اون فضاها رو میتونید تشخیص بدید دیگه. و اما مورد آخری که قراره بازار گوشی‌های دست دوم رو تو ایران یه تحول اساسی بهش بده اینه که به شکل رسمی قراره توی اندروید 15 درصد سلامت باتری گوشی شما نمایش داده بشه. این هم قبلا توی یک سری از رابط‌های کاربری وجود داشت، اما به صورت رسمی توی اندروید براش تعریف نشده بود دیگه. و میدونید که اگر این اتفاق بیفته، بازار خرید و فروش گوشی‌های اندروید میشه مثل آیفون‌ها و دیگه شما باید سر 1% 2% بالا و پایین بودن درصد سلامتی گوشی که می‌خواید بخرید، گوشی که می‌خواید بفروشید، با خریدار یا فروشنده چکشونه بزنید. خب رفقا، اینم چند تا از ویژگی‌هایی که قراره توی نسخه نهایی اندروید 15 داشته باشیم. بهتون گفتم که نسخه پابلیک بتاش منتشر شده و میتونید روی یک سری از گوشی‌هایی که با سرچ کردن میتونید لیستش رو به دست بیارید نصبش بکنید، اما خب میدونید که خیلی پایدار نیستش و عموماً پیشنهاد نمیشه تا عرضه رسمی نسخه اندروید 15 اون اپلیکیشن‌ها و اون ورژن بتا رو نصب بکنید. اما اگر خیلی مشتاقید خب میتونید برید نصب بکنید. دمتون گرم که تا ویدئوی منو دیدید. خیلی مخلصم. ایام بکام.